بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت توكلت على الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والجبروت واستعنت بذي القدرة واللاهوت وامتنعت بذي العظمة والكبرياء والملكوت من كل ما أخاف وأحذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين ودهر الداهرين چه روزها یک به یک غروب شد نیامدی چه عقده ها که در گلو رسوب شد خلیل آتشین سخن تبر به دوش بود شکن خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی دوباره مکر کافران دوباره جنگ نهروان چه حیله ها که ساکن قلوب شد نیامدی برای ما که خسته ایم و دل شکسته ایم نه ولی برای عده ای چه خوب شد نیامدی یا صاحب
تمام طول هفت درا به انتظار جمعه، دوباره صبح و ظهر نه غروب شد نیامدی یا صاحب الحکیم فی کتابه الکریم هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم می‌کنی. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم می‌کنی. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. هر یه مصرع شعر یه سازی زدی ول کن دیگه، بناس یه رب طول بکشه میخوای صدا رو تنظیم کنی، یا عمری هم پای دستگاهی یه صلوات دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به خونهای پاک و مقدس کربلا ببخشد و از بقیه غیبتش درگذرد. صلوات سوم محضر سید الشهدا و اصحاب و اهل بیتشون تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه. بحث امشب در مبانی تربیت انبیا نسبت به انسان است. چند مقدمه رو باید بیان کنم. مقدمه اول، انسان موجود ذی‌روح است، دارای دو جنبه و دو بعد است، یکی بعد مادی که بدن او صاحب این جنبه است، دوم بعد روحی و ملکوتی و ماورای ماده. نکته دوم، انسان تحت نظام ملکوت اداره می شود و در واقع زمین از زمین مدیریت نمی شود، زمین از آسمان مدیریت می شود. بدون تعارف همه چی وابسته به آسمان، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب.
وفي السماء رزقكم و ما توعدون، روزی شما از آسمان تأمین می شود. تمام وعده هایی که به شما داده شده همه از آسمان تأمین می شود. اگر شما سعی دارید در زمین دنبال روزی بگردید، معناش اینه که آسمان را انکار کردید. گندم از آسمان می روید ولو به ظاهر از زمین می روید. خورشید از آسمان باید بر او بتابد، باد باید از آسمان بر او بوزد، نور از آسمان بر او می تابد، آب از آسمان بر او نازل باید بشود. آبهای زمینی شور و تلخن، به درد رویش گیاه نمی خورن. فقط نازلات آسمانی هستن که روزی شما را می پرورانن، چه در میوه ها چه در دانه ها. دلها از آسمان مدیریت می شود. زمین تحت نظام ملکوت می گردد. حتی اینکه به دلت بیفته که فلان جنس رو از فلانی بخری از آسمان. مشتری رو ما براتون می فرستیم. ما دلها را به سوی شما جلب می کنیم. مقلب القلوب ما هستیم. حتی تمام مقدمات یه معامله رو، یه خونه می خواهی بخری، یه ازدواج می خواهی بکنی، تو که هر کاری از دستت برمیاد میری انجام میدی. اون حلقه وصل آخر که این دختره بالاخره بگه بله، باباش قبولت بکنه یا نکنه، از آسمون تأمین میشه. او باید به دلها حکم کند. اگه دست شما بود صدها بار خواستگاری رفتیم، چرا نشود؟ امروز یه آقای زنگ زد، خیلی معرکه بود زنگ. گفت من 15 سال ازدواج کردم، صاحب اولاد نشدم. دکترام گفتن عیب از توه، اسپرمت ضعیفه، خانومت هیچ مشکلی نداره. ولی رفتم یه ازدواج موقت کردم، اون خانوم حامله شده وقتی باش ازدواج موقت کرد، ولی من بچه رو گفتم سقط کنم. حالا میخوام برم از پرورشگاه یه بچه بردارم بزرگش کنم. او دوبارم ای شده، دوبار همسر دیگری که انتخاب کردم حامله شده، سقطش کردیم از ترس زنمون. حالا میخوام بریم از پرورشگاه بچه برداریم. گفتم یه جا دیگه زنگ بزن، من با دیوونه ها حرف نمیزن. تنزل تا این حد اگر باشه، خب حالا این دوتا خدا بهشون بچه نمیده، چرا شما نمیفهمی؟ در حالی که نه مرد ایراد داره، دلیلش اینه که ازدواج موقت کرده بچه دار شده، با این خانم بچه دار نمیشه. مصلحت چیه؟ دکترم بگه اسپرمش ضعیفه. ولی یکی از چیز تلفونای بهت‌آمیز من که این بابای قاتل دوبار بچه رو سقط بکنه، باز هنوز دنبال بچه پرورشگاهیه. گفتم خب شما که اینقدر مشکل دارین، نمیتونستین همون بچه رو نگه دارین؟ چیکار میشه آسمون زمین میامد؟ تو اصلا لیاقت داری خدا بهت بچه بده؟
همه این حوادث زمین مدیریتش از آسمان. مقدمه سوم، بشر هم از آسمان میترسه هم به آسمان امیدواره. یه چیزی هست به نام وجدان اخلاقی که وقتی یکی خطایی میکنه، یه کار بدی میکنه، ظلمی میکنه، را که میره میترسه از آسمون یه خبری بشه. این در درون آدم هست. یکی میگفت پدر من یه روز صبح که نمازش قضا میشد از خونه میترسید بره بیرون. میگفت امروز نمازم قضا شده، برم بیرون میترسم یا تصادف بکنم یا یه بلایی مال قضا شدن نماز صبح برم نازل. این حال مراقبه است. هم امید به آسمانیانه، هم وحشت از آسمانیان. یادم من بچه که بودم، برادر کوچیکمو که میزدم یا خواهرمو که میزدم، دیگه میترسیدم برم تو حیاط، وحشت میکرد. عالم کودکی عالم فطرته، عالم بیداری فطرته، و در بیداری فطرت یقین به این که آسمان و خدا حاکم و ناظر. نهایت یک نظام مهلته، فمهل الکافرین امهلهم رویدا. اون همه ظلم بنی العباس رو به امام صادق وقتی بیان میکنه آقا چرا خدا هیچ کاری نمیکنه، حضرت فرمودن الم تعلم ان لكل شيء مده، نمیدونی برای هر چیزی مدتی هست، هر پادشاهی مهلتی داره، هر فرعون مهلتش که سر میاد. چنان از آسمان مدیریت میشه، حالا یا ظالمی را به جان ظالمی می اندازد که اللهم اشغل الظالمین بالظالمین و جعلنا من بینهم سالمین قانمین، یا بلاء آسمانی مثل مرضی، سیلی، طوفانی، عذابی نازل میشه. گاهی هم وساطته. اون دختری که مورد تجاوز پسر کت خدا قرار گرفته بود تو این دهات اطراف مشهد، از خدام آستان قدس رضوی میگفت که من شب تو حرم دم یه پیرمردی جوریده به هم ریخته پاگلی وضعی داشت، آمد رفت کنار ذریع فحش رکیک داد، امام رضا من نمیتونم فلانی رو فلانش کنم، تو هم نمیتونی، کت خدا رو من نمیتونم فلان کنم، تو هم نمیتونی، یک حرفای دیگه هم ارزه نداری داد منو ازش بگیری. من ناراحت شدم، خواستم برم چیزی بهش بگم، دیدم اصلا حالت برافروختگیش جوریه که نمیشه بهش نزدیک شد. ایو گفت از حرم رفت بیرون. فردای اون روز نزدیک های ظهر بود، دیدم با جمعی جوانان همین پیرمرد دورش گرفتن، لباسای نو پوشیده بودند و آمدن وارد حرم شدن. قدم به قدم این پیرمرد هی می افتاد زمین، کف حرم رو میخواست ببوسه، اونا بلندش میکرد. من رفتم جلو، گفتم دیشبت دیدم.
او حرفی که به امام رضا زدی شنیدم، الانت هم میبینم، قصه چیه؟ گفت چیزی نیست، گفتنی نیست. گفتم من خادم حضرت رضا، این لباس نوکریمه، بگو. اصرار کردم. یکی از جوانای دورش رو نشون داد، گفت این داماد منه، دخترم رو دادم بهش. دیروز نوبت خرید بازار بود. ما تو دهمون رسم عروس رو نمیاریم بازار، بزرگترا میان بازار هرچه خریدن. دختر من تو خونه بود. شب که از خرید بازار برگشتیم، از مشهد رفتیم روستا، دیدم دخترم گریه میکنه. علل قاعده وقتی میان خرید، طلا میخرن، وسائل میخرن، باید عروس خانم خوشحال باشه. اما حق و حق گریه میکنه. بالاخره مادرش و خواهرش و خالهاش دورشو گرفتن چی شده؟ گفت وقتی شما رفتین خونه کسی نبود، پسر کت خدا از بالا دیوار پرید تو خونه و آنچه نباید واقع بشه واقع شد، به من هجوم آورد. من دیگه نفهمیدم حالاتم، بلند شدم آمدم دم خونه کت خدا، سر صدا کردم، داد زدم. یه سیلی به من زد، گفت پسر من آزاده، با هر دختر این دهر کار بخواد بکنه. نظام کت خدایی قلدری قبل از انقلاب. ایو که گفت دیگه من نفهمیدم، از دهمون پا برهنه پیاده تا مشهد دویدم. اون حال من بود که دیدی وارد حرم علی ابن موسی شدم و اون زیارت من بود. و بلافاصله برگشتم روستا. صبح رسیدم. وقتی رسیدم به خانه، صبح زود داماد، پدرش، برادراش، خب میدین روستاییان برای چیزا خیلی حساسن توی این مسائل. صبح دیدم اینا همشون آمدن خانه ما. پدر داماد و خودش گفتن هیچ نگران نباشید، دختر مال خود ماست، ما هیچ مشکلی نداریم، فقط آمدیم بهتون بشارت بدیم، دختری که مورد لطف خاص علی ابن موسی رضا باشه، ما خاک پاشم توتیای چشم میکنیم. بعد گفتن دیشب پسر کت خدا سوار بر اسبش، نیمه شب از روستا میام، از مزرعهشون میامده طرف روستا بیاد خونهشون. ناگهان 12 تا گرگ کمین کرده بودن بهش حمله میکنن، به اسبش کار نداشتن، خودشو از بالا اسب میکشن پایین، تنها تکه‌ای که ازش مونده جمجمه‌ش و بعضی استخونای درشتشه که آوردن پیش کت خدا. جوانها گاهی که سیلی بزند حضرت رضا، گاهی که من دیدم حتی بعضی‌ها که حتی کی کردن به امام حسین، به عزادارای امام حسین، مثلا اجرای مأموریت کردن، مثلا سرهنگی قدری قدرت طلبی کرد، زد عزادار امام حسین را بدجور زد. و من دیدم اون عزادار اشک ریخت و آه کشید. یک روز فاصله نشد، پسر این سرهنگ تو دریا غرق شد. تا آخر عمرش به عزا نشست و خود، چون او دعاش هم همون عزادار هم بود، ایشالله داغ عزیزت به جگرت بماند که اینجور با عزادارا و جوانای امام حسین اینجوری نکن. یه روز نشد. اینا از کجا مدیریت می شود؟ از آسمان. یک روایت فقط اینجا می خونم
امیر المؤمنین فرمود اونایی که به گناهانشون میمیرن میلیون ها برابر اونایی هن که به اجلشون میمیرن. اکثر مردم که میمیرن به گناهاشون میمیرن و آنانی که به اعمال خیرشون زنده هن میلیون ها برابر اونایی هن که به اجل عادی زنده هن. به اجلشون زنده هن. میلیون ها نفر اکثر مردمی که زنده هن باید میمردن، به کارهای نیکشون زنده موندن. تغییر شد. همه این حرف ها یعنی از بالا مدیریت. قرآن هم می فرماید و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، کسی که نفعش به مردم می رسد مکثش در زمین طولانی می شه، عمرش طولانی می شه، مالش پربرکت می شه، زندگی و سلامت و عافیتش طولانی. و آخرین حدیث تو این مقدمه، قال رسول الله الخلق عیال الله و احب الخلق الی الله انفعهم لعیاله. خلائق نانخور خدا، محبوب ترین بندگان نزد خدا اونایی هن که به نانخورای خدا، به عیال خدا نفع بیشتر برسانن، منفعتشون برای خلق الهی بیشتر باشن. مقدمه سوم، روح اگر تقویت بشه قوغایی از عظمت و قوقایی از تأثیر. شما همین بدنتون الان توسط روحتون مدیریت میشه، افکارتون توسط روحتون، علمتون، زندگیتون، مدیریت زندگی خانوادگیتون، زندگی اقتصادیتون، مدیریت کارخونه، مدیریت مغازه، مدیریت کلاس، مدیریت تعلیم، مدیریت یک مدرسه توسط روح شماست نه بدن شما. تا اونجا این مدیریت هست که از لحظه انعقاد نطفه حتی تکون و خلقت این بدن و تکثیر سلولی این بدن توسط روحتون انجام. همه کار دست روحتون و روح آسمانی، روحن من امرنا. یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. از تو میپرسن روح از کجاست، بگو روح از فرمان الهی پدید میاد. اتصال شما به روحتون چجوره؟ اینو حسش میکنه، چون فرق مرده با زنده رو درک میکنی. و اتصال روح را به امر الله راحت میتونید بفهمید. اذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. مرگ کمک میکنه ورود رو هم بفهم. روح شما چطور وارد بدنتون شد؟ همونطور که به امر الله موقع مرگ خارج میشه. و وقتی اجل شما میرسد، یک لحظه، یک ثانیه، کمتر از یک صدم ثانیه پس و پیش نمیشه، به یک فرمان روح از بدن خارج میشه. نوع خروجش هم مثال زدن، فرمودن تموتون کما تنومون، میمیرین همون جور که میخوابین.
در خواب روح شما از بدنتون خارج میشه. در مرگم همون گونه است. نکته چهارم یا پنجم، اساس این آیات قرآن، و اعتصموا بحبل الله جمیعا، چنگ بزنین به ریسمون خدا، اساس یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. چرا گفتن چنگ بزنین به ریسمون خدا؟ اولا چنگ چنگ انگشتی نیست، آویزون بشینی. اعتصام یعنی خودتو وصل کنی. اعتصام یعنی وقتی که آویزون میشی به یه جایی، به یه میله بارفیکس آویزون میشین، اینو میگن اعتصام. معنای اعتصام رو بخوام تو فارسی مثال بزنیم، وقتی که آویزون میشی. حالا اگر شما افتادین تو چاه، میخوان از شما رو تو چاه در بیاره، تناب رو میندازن، میگن این که آویزون بی تناب بشو بیکشمید بالا. افتادی تو دریا، هلیکوپتر امداد آمده میخواد شما رو نجات بده، یه چیزی تنابی آویزون میکنن، میگن وصل بشو به این، میبریمید بالا، نجاتت میده. یا یه دره عمیقی افتادین، راه و عبور و مرور و ماشین و آمبولانس نیست، با هلیکوپتر میان از اون بالا تناب آویزون میکنن شما رو بکشن بالا. این بسته شدن برای ترقی، برای نجات از دره، نجات از عمق چاه، نجات از ظلمت، نجات از لجنزار، نجات از باطلاق، اینو بهش میگن اعتصام. و اعتصموا بحبل الله، چنگ بزنین به ریسمون خدا. ریسمون خدا از جنس ریسمونای تنابای ما پنبه نیست، ریسمون فولادی هم نیست. نوع ریسمان یه چیزیه که آویختگی در شما ایجاد کنه. چرا فرمود حبل الله امیر المؤمنینه؟ در ذیل همین آیه صدها روایت تفسیرش آمده که حبل اللهی که شما باید چنگ بزنید به اون حبل الهی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. خب چنگ زدن به علی چجوریه؟ من باید آویزون بشم به پاهای علی، به عبای علی؟ اینه، این افکار بچگانه. اعتصام به یک ریسمانی است که قوی تر از اون ریسمان در عالم ریسمانی نیست، حبلی نیست. زمین به چه ریسمانی به خورشید وصله؟ این نیروی گریز از مرکز هر لحظه اقتضا داره زمین پرت بشه با قدرت انفجاری به یک سوی از این کرات و منظومه شمسی. چی نگهش داشته؟ یه تناب نامرئی، امد ممدده به تعبیر قرآن، که اسمش جاذبه خورشید. اون ریسمانی که شما باید با او خودتو به امیرالمؤمنین، به صاحب الزمان ببندی، تناب محبت. شما چرا از زنت جدا نمیشی؟ چرا از بچه‌هات جدا نمیشی؟ چرا حاضری جان میدی ولی ازشون جدا نمیشی؟ چی شما رو به زنتون بسته؟ با تناب که نبستن شما رو به زنت. چی شما رو به بچه‌هاتون بسته؟ محبت، علقه، همون چیزی که شما رو معلق میکنه، آویزون میکنه به زن و بچه. فرمودن زن تناب خدا نیست، بچه هم تناب خدا نیست. انما اموالکم و اولادکم عدو لکم، اینا دشمنان شما.
فتنتون، فتنن، آزمایشن. اینا یه مثالایی هن که شما از رو اینا بفهمین چجوری باید آویزون بشی. چرا پیغمبر فرمود لا یؤمنو عبدون حتی اکون احب الیه من نفسه و اطرتی احب الیه من اطرته و ذاتی احب الیه من ذاته و اهل بیتی و اهل بیتی احب الیه من اهل بیته. هیچ کس ایمان به خدا نمیاره تا اینکه من پیغمبر رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. تناب که آویزون میشه، آویخته به پیغمبر. اللهم احینی حیات محمد و آل محمد و امتنی مماتهم و توفنی علی ملتهم و احشرنی فی زمرتهم. آویختگی، اعتصام، یعنی محبت شما به سید الشهدا، به امیر المؤمنین، به خاتم الانبیا، به حضرت سید الاوصیا و خاتم الاوصیا، صاحب العصر و زمان، جوری بشه که هیچ کس نتونه شما رو جدا کن، حتی اگه امام زمان زدنتون. به اون ابن ابی الکواء خارجی گفت اگه علی با دست خودش منو با قیچی ریز ریز بکنه، من از علی جدا نمیتونم بشم. دستش قطع کرده بود امیرالمومنین، دزدی کرده بود جوانی، حضرت دستش قطع کرده بودن، انگشتاش تو دستش بود، خونم داشت میریخت، داشت میرفت، خونم فوران زده بود. ابن ابی الکواء رسید گفت من قطع یمینک، کی دستتو قطع کرده؟ الهی بیمیرم من. قال قطع یمینی سید الوسیین و امام المتقین و امیر المؤمنین یعصوب الدین نظام الدین امام المتقین سمح سخی بهی بهلول زکی ابتهی رضی مقدام حمام صابر صوام مهذب قوام. شروع کرد فضائل امیرالمومنین رو گفتن. گفت دستتو بریده و ایجور مدح علی میگی؟ گفت به خدا اگه با قیچی ریز ریزم کنه، من از او جدا نمیتونم. این میگن اعتصام به حبل الله، و اعتصمو به حبل الله جمیعا. این رو میگن توسل. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. اگر این مبانی روشن شد، هی فهمیدیم آویختگی در روح به تعلقمون به روح امیر المؤمنین و روح صاحب زمانه. اون وقت یک اصل کلی در تربیت انبیا معلوم میشه و او اینه که انبیا نیامدن رو جسد شما کار کنن. درسته تو بهداشت، تو احکام، تو قوانین، دستور حفظ و صحه برای همین جسد هم هست، گفتن مسواک بزن برای که دندونات، روح که دندون نداره که. گفتن کتاب و طهاره رو بنویس، عمل کن، آب کرعی، آب قلیل، اینه غسل، اینه غسل میت، اینه احکام بیماری ها، احکام دستشویی رفتن، احکام خوابیدن، احکام حمام رفتن، اینا مالی بدنه. اما همه اینا برای اینکه این بدن مرکب اون روحه، او بمونه، او تقویت. اگر گفتن فلینظر الانسان الى طعامه، انسان باید به غذاش دقت کنه، نظر بکنه. شما حق ندارین غذایی که براتون ضرر داره بخورین. همه از باب حفظ اون روحه که دوره مهلت
یا بگو دوره تحصیلتون تو این دانشگاه دنیا. میدونید که شما مأمورید که اطلب العلم من المهد الى اللهد، دانشگاهتون از گهواره تا گور. فارغ و تحصیلی انسان مسلمان وقت مرگشه. قبل از مرگ هر کی فارغ و تحصیل بشه مسلمان نی. مسلمان فارغ و تحصیلیش وقت مرگشه. شما وارد این دنیا که میشید وارد دانشگاه شدید. ز گهواره تا گور باید دانش بجویید و همه اینها بابت ترقی روح شماست. نظام ظهور امام زمان بر اساس تربیت روح است نه بدن. جوانها امام زمان وقتی ظهور میکنن نمیان به شما تیراندازی یاد بدن، نمیان ورزش و تناسب اندام یاد بدن، نمیان خوشگلی اندام به شما یاد بدن. امام زمان وقتی ظهور میکنن این ورزش هایی که شما راه انداختین اینا هیچ کدوم مد نظر نیست. و ائمه هم اگر نیروهایی دیدید ازشون صادر شده، مثلا در تیراندازی امام باقر 100 برابر اونچه که تو کارتونهای هالیوودی آنچنانی میبینید که تیر پشت تیر به چوبه یه تیر میزنه تا پیکان 10 تا تیر را زرای شما براتون میشکافد، متن واقعی این زوره افسانه ایه، اما واقعش ایه. وقتی هشام ابن عبدالملک به امام باقر پیرمرد گفت تیراندازی بلدی آقا، میخواست حضرت کم بیاره. امام باقر اصلا تمرین تیراندازی نکرده بود، مثل من و تو نبود بره ورزش کنه. امیرالمومنین وزن برداری نکرده بود که در قلعه خیبر رو بلند کنه، اون دری که انقدر سنگین بود که 40 نفر باز و بستش میکرد. رضازاده نبود که بخواد تمرین کنه یا عمری بعد بره وزن بلند کنه. به چه نیرویی علی اون در رو بلند کرد؟ امام باقر به چه نیروی اون دقت رو داشت که تیر پشت چوب تیر 7-8 تا که زد صدای تکبیر تمام لشکر شام بلند شد که هشام ترسید گفت آقا بسه بسه، ثابت شد. بعد پرسید شما تمرین تیر انداز؟ فرمود تو جوونیام یه چند باری من تیر زدم. هفتاد سال سن نشه، نزدیک 70 سال دیگه تمرین نداشته که. انبیا آمدن روح شما را به این دقت برسانن، قوای روحیتون جاری بشه برای بدنتون و روز ظهور همیه. بدن شما کوه رو تکون میده، نه این بدن، به قدرت روحیتون. روح قله کوه رو میکنه از جا. دست به تنومندترین درخت روی زمین بزنی ریشه درش میاد. قصه ایه. ما همش میگیم حالا یکم ورزش کنیم که قوی میشیم. حالا چقدر قوی میشی؟ الان مثلا 100 کیلو بار میتونی بلند کنی، اون موقع میشه 250. نهایت رضازاده هم که بشی وزن بردار اول دنیا بشی، حالا اینقدر میتونی بار بلند کن. تازه همه شون هم جوان مرگ میشن، معمولا مهره کمر و همه چیون حالا اون لحظه چیکار کردن و جور میشه اونها نگاه نکن، معیوبن همه ورزشکارای آنچنانه، هم کوتاه هست عمرهاشون، هم معیوب هست ابدانشون. معمول به قول استاد ما میگه خب قلبم مثل یه موتور میمونه دیگه، اگه از یه موتور ماشین تو یه روز 100,000 کیلومتر کار بکشی به اندازه 3 سال 4 سال پیر میشه دیگه. این فرق که نمی کنه، این ماده است دیگه.
هرچی کمتر ازش کار بکشی دوامش بیشتره. ورزیدگی غیر از کار کشیدن ها، اون بحث ورزیدگی، اون چه که مهمه در کار انبیا تربیت ارواح و تقویت ارواح، و اساس این تقویت به تعلق به ارواح قویه. بارها مثال زدم، شما هرچی هم که قوه پرواز پیدا کنین، مگس با بال مگسیش، پشه با بال پشه‌ایش چند متر میتونه بره بالا؟ والله اگه یه پشه 10 متر الی 20 متر بره بالا، 20 متر یا 30 متر حد سقف آخر پرواز یه پشه است. بالاتر از 30 متر بادها انقدر شدیدن که هیچ پشه این دوام نمیاره، اصلا باد میکشدش. مگس هم همینه، بالش اصلا یه ذره بالا میشه میشینه، ذره بالا میشه میشینه، هم گنجشگ هم همینه، پرواز طولانی نمیتونه که. ولی اگه اینو ببندن به پای عقابی، عقاب بال بزنه، چقدر میره بال. شما هرچی هم ری و روم به هم بدوزین، سر هم بکنین، هرچی ملک ری طالب بشین و حاضر بشین، عمر سعد بشین و حاضر بشین امام حسین رو بکشین برای رسیدن به ملک ری، دیگه بالاتر از این که نیگه. چقدر که میخوان به یه ریاست برسن، چقدر حقوق را پایمال میکنن، چقدر دروغ میگن، چقدر بیت المال رو حیف و میل برای رسیدن به دیگه. بالاتر از عمر سعد که نمیشی که. کل ملک ری و ایران و گرگان را، ری و گرگان را بهش وعده داده بود، به طور روایات داریم. به کجا رسید؟ چند تا کارخونه میتونی بزنی؟ چند کیلو طلا؟ الان پولدارترین مردان دنیا هستن دیگه، نوشتن اسمشون تو دنیا که پولدارترین مرد دنیا چقدر، قوی ترین قدرهای دنیا، این سادات، این نمیدونم انور فلان و این فرعون مسکی بود اسمش، مبارک و صدام، اینا رو دیدین دیگه، فرعونه مصر و آفریقا و شرق و غرب دیدینشون، به کجا رسیدن؟ اون دیوانه عجیب غریب لیبی، اصلا آدم تعجب میکنه که به چه جور صدام از چه سوراخ کشیدن بیرون. قذافی که انقدر متکبر بود تا لحظه آخر همه دنیا بهش گفتن دیوانه احمق. خب این نمونه هاش دیگه ما دیدیم، فوقش میرسی به اینجا دیگه. ولی آخرش اون ذلتی که صدام از سوراخ قبر در بیارن و با اون وضع اعدامش کنه. نیامدن اینا رو یادتون بدن. انبیا سیاسی نیستن. انبیا با این سیاست‌های دنیا هیچ سر و کاری نداره. یک راه هست، ارواح شما باید تقویت بشه. روح شما به چند چیز تقویت میشه که فردا شب خواهم گفت. یکیش اخلاق. تقید به اخلاقیات روح شما رو بزرگ میکنه. ادب، تواضع، مهرورزی، جود، بذل، هر چه بیشتر پول خرج کنین، بذل کنین، روحتون بزرگتر میشه، قوی تر میشه. اگه میخواین خوب قوی بشین، کاری که امام حسن کرد، دوبار تمام اموالشو به فقرا داد، به حد صفر رسید. این باید یه روح قوی باشه که وصل باشه به یه روح اعظمی، اونچنان متوکل به خدا باشه و من یتوکل علی الله را در حد لو کشف القطاع مزدت و یقینا درک کرده باشه که بتونه به صفر برسونه، از صفر دوباره شروع کنه. هر چه جوونا نسبت به پدر مادرتون مؤدب تر باشی، روحتون قوی تر میشه. و وصین الانسان به والدیه احسان. خیال نکن یه کار سختیه،
آسونه. هر چه سله رحم بیشتر به جا بیارین روحتون قوی تر میشه، و وقتی روحتون قوی میشه عمرتون طولانی میشه. چرا سله رحم عمر رو طولانی میکنه؟ چون روح اونقدر تشعشع پیدا میکنه، قوی میشه که دوام این بدن رو بیشتر میکنه، اصلاح امور بدن، کلیت عفونت میکنه. روح ضعیف نمیتونه کلیه عفونی رو زود اصلاح کنه، هیچ خراب میشه، قلبت خراب میشه. روح اگه قوی باشه قلب رو اصلاح میکنه، حتی رگای بسته رو باز میکنه، کلیه عفونی شده رو اصلاحش میکنه. و به چی قوی میشه؟ هر چی شما خمستون رو ندین هی ضعیفتر میشه. پولاتون زیاد میشه اما خودتون ضعیف، امراض بیشتر وجودتون رو میگیره. وقتی ضعیف شدین، روح ضعیف شد، مرضهای بدن فراغن میگیری. نمیدونم شما اگر ارواح قوی داشته باشین، وصل به سید الشهدا، به خدا قسم دستتو بذاری رو دلت، ولو زخم معده داری چند بار بگی یا فاطمه، روح قوی میشه، وصل میشه، خوب میشه. کاری نداره، ارتباط با ارواح قوی بعد از پیدا کردنشون. اول باید بشناسی. خب خیلی ها هستن امام حسین نمیشناسن، حتی تو شیعه اصلا نمیدونن حسین روح اعظمه، نمیدونن صاحب الزمان روح محیطه، روح الله، قبول ندارن، باور نکرد. ولی وقتی پیداش کردی، یافتی و بعد متصل شدی به خدا قسم، قاضی، دادگاه، رئیس دادگستری، همه اینا رو که درس خوندن، قضاوت خوندن، کار کردن، زحمت کشیدن، تو با اتصالت به روح مطهر حضرت رضا تمام 100 تا جلسه دادگاه رو عوض میکن. قاضی تو چنگت، با هم نگاهت میتونی رأی ازش بگیری، نمیخواد حرف بزنی، فقط روحت قوی باشه. این مبنای تربیت انبیاست. در هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، یه روح قوی، یک عیسی ابن مریمی که مرده رو بود، روحش انقدر قوی باشه که 1000 تا مرده یه قبرستان از جا بلند کنه. اگه روح حضرت عیسی مثل من بود که خاک رو نمیتونست پرنده کنه. گه بعضی اینجا همین اشتباه میکنن، میگن خدا میکرده. نه آقا جان، خود از عیسی میکرده. قرآن میگه عیسی میکرده، تو میگه خدا میکرده. قرآن میگه به اذن، بله اذن خدا بود. شما الان با اجازه کی حرف میزنین؟ گربه خانه تو نمیتونه حرف بزنه، تو حرف میزنی، با اجازه کی حرف میزنی؟ خدا به شما اذن تکلم داده، به گربه فقط میامیو میکنه. من الان 1 ساعت دارم سخنرانی میکنم، کی بهم اجازه داده؟ کی قدرت بهم داده؟ قوه نطق و کی داده؟ این معنای اذن اللهه. همینطور که به من و تو قوه نطق دادن و به حیوانات ندادن، به درختان ندادن، با اینکه اونام زندن، موجود زندن، به من اجازه ناطقیت دادن، میتونم حرف بزنم. معنای این اذن نیست که هر بار من میخوام حرف بزنم آ خدا اجازه من حرف بزنم. اینی که اذن تکوینی است، یعنی این قوه و نیروی نطق را در شما خدا ایجاد کرده. این همی که ناطقیت رو به شما داده، به حضرت عیسی شفا دادن رو داده. من دیگه نمیتونم اون کارو بکنم. گربه ها نمیتونن، سگا نمیتونن، شغالا نمیتونن، اسب نمیتونه مرده زنده کنه، من عادی هم نمیتونم. حضرت عیسی بهش اجازه مرده زنده کردن داده، به حضرت رضا هم همینطور داده. آمد گفت آقا شما امامین، حضرت آمدن به دلیل بر امامتتون چیه؟ حضرت رضا فرمودن عصای من شهادت بده، من امام زمان تو هم، بسه، قبول داری؟ گفت نه.
خوبه ای، اما من حالا که شما میخواین یه معجزه نشون بدین، من یه چیز دیگه میخوام. من یه عیال داشتم جوون مرگ شد، خیلی دوستش داشتم، یک سالم هست فوت شد، دلم میخواد دوباره زنده بشه بیاد با من زندگی کن. تو اگه امام منی عیال منو زنده کن، برگرد. حضرت یه تبسمی کردن، همین امام رضا تونها یه تبسمی فرمودن، فرمودن برو خونه، از قبرستان آمده خونه با کفنش منتظر توز، وحشت کرده، زود برو. جدی آقا فرمودن برو زود. بلند شد آمد خونه، عیالش آمده، پرسید چجوری آمده؟ گفت من تو قبر بودم، استخونام تو قبر، ناگهان آقای رو دیدم، عمامه اینجوری داشت، شال اینجوری به کمره، بالا سر قبر من، فرمود پاشو برو خونه، شوهرت منتظرت، عاشقت. تمام اجزاء من به هم متصل شد، من دوباره شدم همون دختر جوان قدیم، زنده شدم. خاک رفت کنار، لحد از جا بلند شد، خاکا ریخ بیرون، من از جا بلند شدم. و هاتفی ندا کرد زود برو خان. این حضرت رضا رو بهش، همینطور که به تو اذن تکلم دادن، به عیسی ابن مریم اجازه دادن از گل پرنده درست کنه، خلق کنه. خلق استخلق و وهابی بی سواد، استخلق من التین که هیئت الطیر. میگه چرا از امام رضا چیزی میخوام؟ خب برای که از تو میخوام بگم این حرفو بزن. میگم آقا بیا تو دادگاه شهادت بده، اگه من به تو بگم بیا تو دادگاه شهادت بده، تو میتونی حق منو بگیری با شهادت دادن من مشرک شدم؟ حضرت رضا میتونه کور منو شفا بده؟ عینی که تو میتونی به شهادت بدی، به نفع من حرف بزنی، به تو اذن نطق داده، به حضرت رضا اذن احیا داده، اذن خلق داد. از تخلقو من التین که هیئتت. ای شما چرا توسل پیدا میکنی؟ خب تو خود قرآن، این حضرت یوسف پیرانشو داد به برادراش، ببرین بندازین رو چشای پدر نابینای من بینا بشه، این اسمش چیه؟ ای که تو قرآن دیگه، سوره یوسفتونه. آخوندک بی سواد وهابی، فاتو به قمیسی هازا، متن آیه قرآن، پیران منو ببرین بندازین رو چشاش بینا میشه. اگه خدا میخواست ببره شفا بده چشای او رو، دیگه چرا پیران یوسف خدا شفا میداد دیگه؟ شما میگین دکتر جراحی میکند، خدا به واسطه جراحی دکتر شفا میده، دیگه پیراهن که دیگه این کارا لازم نیست. پس در پیراه نگو چرا خاک تربت حسینو بر میداری. میگم چون خدا تو قرآن بیان کرده، یوسف پیران خودشو فرستاد رو چشای پیر مرد، با اینکه یعقوب خودش پیغمبر بود. جوانان شما اعتقاداتتون قوی برهانیه، گول چهار تا آخوند بی سواد وهابی رو نخورین. همه اینا میگه اتصال به روح اعظم، حالا گاهی به واسطه تربتیه، گاهی به توسلیه، گاهی به اشکیه، گاهی به سوز و گدازیه، گاهی به پیراهن یوسفیه، گاهی به التماسه، گاهی خاک پای علی را برداری. پیغمبر فرمود یا علی می ترسم قائل به الوهیت تو بشن، مثل نصارا که قائل به الوهیت مسیح شدن، و الا فضائل تو رو اونگونه می گفتم که به هر گروهی از مسلمان ها عبور کنی، خاک پای تو را بردارن و با خاک پای تو مریضاشون رو شفا بدن و برکت در اموالشون طلب کنن. اینا رو از قرآن محکمتر چی براتون بگم؟ پس مبنا در تربیت انبیا تربیت روحی نجس، و مبنای اصلی تعلق این روح به ارواح اعظمه، و تعلقی ممکن نیست
اتصالی اعتصامی قوی تر از محبت نیست. حضرت زهرا چه جور به پیغمبر متصله؟ دوستش داشت. انا اعتینا کل کوثر، ما کوثر دادیم به تو، فاطمه دادیم. خب چه جوری داده؟ چسبون فاطمه رو به پیغمبر، داد تو بغلش، دائما فاطمه رو تو بغلش میگرفت راه میبرد. یا دادیم یعنی محبت زهرا را دادیم به تو، جوری که بی نهایت فاطمه رو دوست داشته باشی که نتونی از زهرا جدا بشی. سوال اینه آیا این فاطمه رو فقط به پیغمبر داده؟ به امیرالمومنین نداده بود؟ چرا؟ به پیغمبر به عنوان دختر داد، به علی به عنوان همسر داد، به حسنین به عنوان مادر داد. به شما داده یا نداده؟ به عنوان سرور داده، بالاتر از همه سرور. که میگی سیا سیدتنا و مولاتنا، این دیگه از همه بالاتره، حتی از این که دختر باشه بالاتر. ای سیده ما، ای خانم من، ای رهبر من، ای مولای من. همون رابطه‌ای که پیغمبر با حضرت زهرا داشته شما میتونید داشته باشید. او دوستش داشت شدید، شما هم دوستش داشته باشید شدید. امام صادق خودش روح قویه، ولی وقتی که کم میآورد یه جاهایی داد میزد یا فاطمه یا فاطمه، جوری که صدا ناله یا فاطمه. آقا امیرالمومنین روحش خیلی قویه، اما وقتی میخواست بره جنگ، او پیراهنی که فاطمه براش بافته بود میپوشید، این پیراهن یوسف که فرستا قرآن میگه فرستادن برای یعقوب چشاش بینا بشه، کان لامیر المؤمنین قمیص من غزل فاطمه یتقی بهی نفسه فی الحروب. علی پیراهنی داشت فاطمه براش بافته بود، هر وقت میخواست بره جنگ اون پیراهن را میپوشید که به برکت دستباف فاطمه جان علی تو میدون جنگ محفوظ باشه. فهمیدی اعتصام یعنی چی؟ کم آوردی یا نه؟ کم آوردی یا نه؟ یا هنو مدعی؟ هنو میگی خودم بلده، خودم میتونم، خودمون گلیممون از آب میکشیم بیرون؟ بیچاره. اما یجیب المضطر اذا دعا، مال کیه؟ کی مضطر میشی؟ حتما باید لهت کنن تا بفهمی کمی چیزی نیستی. همینجوری شعورشو نداری بفهمی؟ و قعدت بی اغلالی و حبسنی ان نفعی بعد و عملی و خدعتن دنیا به غرورها. آقا زمین گیر شده، دنیا زمینم زده، بیچاره شدم، نفسم بیچارم کردم. بسمه بسمه. جوان ها تمام انبیا گفتن یا حسین، تمامشون گریه کردن برای ابی عبدالله که خدا نجاتشون داد. یکیش بابا بزرگ ما آدمه، 300 سال گفت مثل وهابیا یا الله، 300 سال خدا محلش نداد. یک بار گفت یا الله به حق محمد، یا آلی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسن. اسم حسینو که برد گریان شد، خطاب رسید جبرئیل، ما آدمو بخشیدیم. اعتصام یعنی چی؟ روح به چی قوی میشه؟ روح به چی تشعشع پیدا میکنه؟ آبرو من میشه که خدا ببخشدت، آدم حسابت کنه، تعویلت بگیره، رحمتشو برات نازل کنه. فتاب علی فتلقا، اینا آیات قرآن همه رو خوندم براتون.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحیم. حالا بیاییم بریم امشب کنار اون آقایی که سرشو گذاشت رو خاک های گرم کربلا. الهی رزن به غذاب تسلیم الامر لا معبود سوا یا قیاس المستغیثی بار الله بهر قربانی به درگاهت سر آوردم. نه تنها سر برایم بلکه بهتر از سر آوردم. پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. علی را علی را در قدیر خم نبی بگرفت روی دست. من به روی دست خود علی اصغر آوردم. الله من خدا علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگوش با انگوش در آوردم. حسین آرام جانم، حسین سالار زینب، حسین غم خوار زینب، حسین
یه بیت دیگه بیشتر نمیخونم، اگه دلت سوخ بگو اللهم عجل لولی کل فرج، برای آن که هم دردی کنم با مادرم زهرا، برای آن که هم دردی کنم با مادرم زهرا، برای خوردن سیلی سه سال دخترم، بدم المظلوم بدم العطشان بدم القریب یا الله. جوونا میخوام پاشی، زن و مرد سیه بزنی، فریاد بزنی، شاید دلش به حالت بسوزه. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم